حزب الله لبنان تایید کرد که سید هاشم صفی الدین یکی از رهبران کلیدی این گروه و جانشین سید حسن نصرالله به دنبال حمله هوایی سه هفته پیش اسرائیل جان باخته است. این حادثه در حومه بیروت و در شرایطی رخ داد که حزب الله با تهدیدات اسرائیل و تحولات منطقه‌ای در حال واکنش است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. حزب الله لبنان روز چهارشنبه تأیید کرد که سید هاشم صفی الدین یکی از رهبران کلیدی این گروه به عنوان جانشین دبیر کل حزب الله سید حسن نصرالله با حمله هوایی اسرائیل ترور شده است. این حمله سه هفته پیش به مقر زیرزمینی حزب الله در حومه بیروت انجام شد و در زمان وقوع حدود 25 نفر از اعضای این گروه در کنار وی حضور داشتند. ارتش اسرائیل یک روز قبل از تأیید حزب الله خبر ترور وی را اعلام کرده بود. این حادثه در شرایطی رخ داده که حزب الله در برابر تهدیدات اسرائیل و تحولات منطقه‌ای در حال واکنش‌های ویژه‌ای است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کرده، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب الله در پارلمان لبنان نمایندگانی دارد و در عرصه سیاسی نیز نقش فعالی ایفا می‌کند. ترور این رهبر کلیدی نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی و سیاسی لبنان و تحولات آینده در این کشور را افزایش داده است. به ویژه که این حادثه در پی ترور دبیر کل حزب الله و بروز تنش های بیشتر میان اسرائیل و گروه های مقاومت در منطقه صورت گرفته است. گفتنی است که سید هاشم صفی الدین 60 ساله پسرخاله سید حسن نصرالله 12 مهر 1403 یعنی تنها 6 روز بعد از ترور دبیر کل حزب الله هدف یک حمله هوایی دیگر اسرائیل قرار گرفت و از آن زمان از سرنوشت او اطلاعی در دست نبود. ترور سید هاشم صفی الدین و شمار زیادی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در پی حملات اسرائیل آینده این گروه را در حالی از ابهام قرار داده است. این تحولات به ویژه در شرایطی که حزب الله به دنبال حفظ قدرت و نفوذ خود در لبنان و منطقه است می تواند به تغییرات عمده‌ای در ساختار رهبری و استراتژی های این گروه منجر شود. افزایش تلفات در رده های بالا نگرانی هایی را درباره ثبات داخلی و توانایی حزب الله در مواجهه با چالش های جدید ایجاد کرده و چشم انداز آینده این گروه را در شرایط بحرانی قرار داده است. همراه هستیم با سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت. آقای شریف نژاد سلام و عرض ادب. آقای شریف نژاد، با توجه به جان باختن سید هاشم صفی الدین و افزایش تنش‌ها در منطقه، به نظر شما استراتژی آینده این گروه چگونه ارزیابی میشه؟ بفرمایید. من بخاطر از موافقت من شما همین عزیزتون بمارتون خوب باشه. ببینید در شرایطی هم در مورد حزب الله لبنان صحبت می‌کنیم که از آغاز درگیری در بین حزب الله لبنان و اسرائیل بیش از 17 فرمانده میدانی و میانی حزب الله لبنان ترور شدند و بیش از 2 دبیر کل بالفعل و بالقوه حزب الله مورد ترور ارتش دشمن اسرائیل قرار گرفتند. با تمام این تفاصیل حزب الله لبنان در حوزه میدان داره به خوبی عمل میکنه و نشانگر احیای میدانی حزب الله است. در شاخه سیاسی گفتگوهای زیادی در حال شکل‌گیری و سوال‌های متعددی در جامعه لبنانی مطرح است که آینده حزب الله چه خواهد شد؟ آینده شاخه سیاسی حزب الله در کجا خواهد رفت؟ آیا شیخ نعیم قاسم را می‌توانیم دبیر کل بالقوه حزب الله بنامیم یا خیر؟ یا باید بنشینیم و ببینیم که یک شخصیت دیگه‌ای از پشت پرده‌ها می‌آید و بیرون به منصه ظهور می‌رسد که اسامی مختلفی مطرح در لبنان مطرح است که چون بنا به این است که در مسئله به اصطلاح گمانه‌زنی هست نمیتوانیم لحاظ رسانی و خبری در مورد اون گزینه‌ها صحبت بکنیم، ولی بعضی از محافل از شیخ نعیم قاسم با عنوان دبیر کل بالقوه حزب الله نام میبرند که شاخه سیاسی حزب الله به اصطلاح چون در دو مصاحبه‌ای که شیخ نعیم قاسم با عنوان
دبیرکل به عنوان نماینده دبیرکل خودش رو معرفی کرده، میتونیم به عنوان آینده حزب الله رو با شیخ نعیم قاسم پنهان ببینیم تا ببینیم روزهای آینده چه خواهد شد. بله، با تشکر از سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.